امشب هم میخوام برم بیرون، امشب داستان ها دارم برای خودم دایی، امشب برای خودم داستان هایی دارم. آقا یه دقیقه تو رو خدا وایسی، من نمیخوام، من خودم بدم میاد از انتظار. یکی تو دایرکت داده داداش دوباره دماغی میزنی. آقا بلانس بعد کونکش، آقا کدوم خارکسته؟ آقا شیش صبح از خواب بیدار شده آقا دماغی میزنه. آقا میدونم خارکست بازیگر هالیوود باشه، همه میگن احتمالاً کوکائینی باشه که این دیگه میتونه اجراهای کلا قرمزی بیاد برای ما شیرمرد. من بابا سر صبح چی بودم؟ بعد یارو میگه آقا تو چرا دماغت میکشی بالا؟ خب این خارکست اینقدر دماغ میدم چیکار کنم؟ میخوام تو خیابون راه میرم تمام پیرن من دماغی باشه. چی شد؟ دوستان من گفتن نبود دماغت بالا بگیری، چون بگیشی احتمال داره بگن تو کوکائینی. هیکل من نمیبینی؟ چرا دیوانه است هیکل من؟ بازوی من نمیبینی؟ ناموسم قشنگ هست هیکلم. آرکوسه آبتیم بلند شد کنده نمیذارن آیسی، اینا نمیذارن. الان ببین ساعت 7 صبح بیدار شدی به لطف پروردگار، صحیح سالم، نه بخیه، نه سردرد، نه قرص، هیچی. میخوای 5 دقیقه حال بکنی؟ الان دیگه نمیتونی داشت حال بکنی. حالا میخوای ادامه بدی یا میخوای ترمز بکنی یا میخوای قطع بکنی لایو؟ حالا خدا داره از اون بر میگه، ای ما خدا داره با من صحبت میکنه از آسمون به سمت پایین. میخوام الان دقیقا برم خدا چیکار میکنه. الان وایسا وایسا بده شلوارک بپوشم، بده وایسا آخر منو بلند کردی، آخر پسر ولی بلند کردی، شیرمرد کارتون خواب بلند کردی آخر. فهمیدی آقا اینجا رو بس نگاه کنید لازم. من الان اول برگشتم گفتم که شلوارک و اینو داشتم قبلا، این زیر اون لباسای من بود، من اصلا اینو ندیده بودم. قشنگ هست؟ آره؟ آره. من گفتم خدایا من گفتم خسته شدم الان میخوام بچه ها رو بیارم بالا، بعد تو لایف این ریکوست زیاد میدن نمیشه، روز تعطیله، به نظر آیسان باید قطع بکنی. بعد مثلا رو به آسمان بودم، حالا خدا داره جواب میده. واو نگاه کنی، خدا بعد میدونه که خدا سفیده دیگه. خدا اومد از آسمون، خدا از آسمون اومد، حالا اون از بالا. حالا من اینجا نشسته بودم اینجوری نگاش میکردم، خب حالا کلا خدا از آسمون داره من نگاه میکنه پایین. ای چی میشه این؟ آهان، ای بنده ناخلف و کنکش، مگر مردم تو را ول کردن که تو آنها را ول بکنی؟ حالا بعد همه میخواد مثلا یه دونه سوره بگه به من. الذین دمرو، آیسی میخوابه دمرو، اگه لایو قد بکنی بچه ها میان ویرو. فهمیدی؟ این خدا من گفت. حالا خدا میگه آیسان من رو جلوی دوربین نبر، من رفتم. خدا رفت، خدا رفت، فهمیدی؟ خدا رفت. حالا دوباره بنده خدا میاد عاجزانه جلوی شما، بچه ها غلط کردم دیگه این کارا رو. یه دقیقه ولش کن بده من، بده یکی رو بیاریم آجی، عزیزتمون نکن بود. این کلا رو میذارم این یاد کی میفتم؟ یاد مال افغانستان بود، مال پنشیر بودن، مال پنشیره. کجا بود اونجا؟ چی بود؟ پدر پسر بودن، پدرش چریک بود، چریک پدرش کماندو بود. چی بود؟ همین آقایی که توی جنگلا توی کوهستانای افغانستان بود، بعد یه پسر داره همین کلاه مدل هم میذارن دیگه. من چه میدونم کی بود، حالا هر کی بود خدا بیامرزه برادر دیگه. پنشیر مسعود نه چی بود؟ یادم نیست چی، اصلا نمیدونم چی بود. آقا بنویسید اسمش چی بود. این آقای شاه محمود بود، چی بود اسمش؟ اسمش بنویسید، محمد اسلامی برادر جان کیه برادر من، اسم مرده رو بنویسید، پنشیر جمعه نه بابا، چی بود اسمش؟ محمود، شاه محمود. شما میسین که اومد اینجا فک فامیلاتون رو پیدا بکنه، انگار نه انگار اومدین تو لایو آیسان، یکی از خواننده های معروف آمریکایی. احمد شاه مسعود، دمت گرم علی، دمت گرم. احمد شاه مسعود داره شبیه اون شدم، جنگل های کوهستان.
میخوام یه ریکوست بدم آجی، الان میخوام انرژی رو میخوام تقسیم بکنم، نمیتونم. نمیفهمم، بدنمو میفهمم دیگه، نمیتونم بشینم لشه میگیرم، یعنی باید این انرژی بره بیرون کسیش. الان با دوربین نمیره. اینو باید ریکوست بده یکی بیاد بالا. من اینقدر زیاده نمیذارین که، نمیذارین که. من الان میزونم میخوام صحبت بکنم، میخوام به خون بگیشم منطقه رو، نمیتونم. بدنمو درست بکنم. بدنمو درست بکنی آیسی. بدنمو درست بشه. پای من اینجوری کلفته خالکوسه، روبرو من نمیدونم چجوریه، نمیدونم دیگه، همینی که هست. با تو این سن و سال الان این شوهرهای خودتون رو نگاه بکنیم، بابا باشگاه نمیری یارو شب روز تو خونه، آی عزیز خستم سیشر تو سه ساعت تو خونه دو دوربین وقت داری بشینی کسشلهای من رو نگاه بکنی، بعد موقعی باشگاه بری خسته ای عزیز جان، نه دار بگو عزیز جان سلاخم گشاده. بابا ورزش بکنین، این زندگی شما رو سلامت نگه میداره. برادر تو که از دمت خسته شده هستی که دو ساعت دیگه هم در میری، این یه تریک دیگه، دو ساعت دیگه هم در میری، فهمیدی چی شد؟ خدا شاهده جدی میگم، ما کسکش هر دفعه جلوی دوربین میایم انگار که 60 کیلو خارکسته تزریق مورفین دو بدن ما کردن، لشه و بگیر و آقا یه دقیقه تو رو قرآن مجید اذیت نکنیم، بذار ما میخوام آسیامک بودی استوری تو دوتا گذاشتم پشت سرم، الان یه ریکوست به من بده بیا من با تو کار دارم، همون سیامک بیا من تو رو دیدم یاد قدیر افتادم، بابا دل من رو بردی تو، خیلی بچه خوبی هست، الان احتمال هم بیاد مجید گریه بری بیفتیم اینو ببینیم آجی. آره دیگه احتمال داره، بذار ببینم یه دقیقه بایستا بایستا دقیقه سیامک وایسا سی آ سیامک اینجا، سیامک بیا بیا اینوایت میکنم بیا تو دقیقه. آه این هست یا نه چجوری میشه فهمید هست؟ کسکش که باید بری کلاس کامپیوتر فار کسته که با. سلام داداش. سلام سیا جون چطوری؟ سلطانی ده مولا نوکرتم. اونم میتونم بریم کجایی تو؟ کجایی؟ اونم داداش خیلی آقایی خیلی دوست دارم آقایی تو سیا جون چه خبر؟ با زحمتهای ما داداش دیگه صحبت کردیم، اون فقط پروردگار و تو و من تمام، چه خبر؟ ولش کن چه خبر؟ همه ایسان بابا تیپو زدی که نمه دیگه نوکریم حال کردم خوبی هم دلو. یه عکس بعدم با این تیپ جدیدت برای من بفرست بذار من داشته باشم. داش عشق منی به مولا داداش زبونم قاصر ناموسن. من نوکریم داداش نوکریم. من اون روزی که تو اکسپلور تو رو دیدم همو سیامک. بله بله بله. انقدر ناراحت شدم. میدونی که را سیامک به دوربرت بگو خالی کنم. بگو اذیت نکنم. یه دو دقیقه بگو 30 سال تنها بودی مگه کسی بود؟ نه 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 الان چه خبره؟ الان چه خبره؟ هیچ خبری نیست، هیچ خبری نیست. تمامش کن. آره همین قدیر هم همین کارهای تو رو میکرد. قدیر پدر من به جان به مولا سیا به جان پدرم به درست میگم نوکری هم داداش ولش کن ولش کن. این همون بودی که آره اون احساسی که تو استوری گفته بودی ما مردم صحبت کردی درسته بله حالا میخوام اینو همون جوریه اما از ناموسن همونه به جز اونم نیست. شهری کجای جیگر من کدوم شهری؟ من کرجم شهر ما آتشتم شمال اگه یه موقع کرجم همون شمال اگه یه موقع کاری چیزی باشه میخوای بری سر کار میری سمت شمال؟ آره چرا نمیدونم اما آیسان نوکرت هم هستم دادا شما عشق منی به مولا دمه دیگم سیاجون بعدم بادیه جا که خلوته بخواستم بادیه چند صحبت بکنم خب باشه میخوای شماره همو میذارم برات دادا نه میخواستم مردم ببینن میخواستم مردم ببینن باشه آره دمه شما گرم خیلی آقای به مولا الان اونجا یه جای خلوت نیست من یه دو دقیقه باید کار دارم چرا باشه ماشین برو میدیم الان امید باش کن دیگه ریلکس باش خبری نیست که عجله نکن بابا هیچ اتفاقی نمیفته ما اومدیم دنبال تو دنبال ما نیومدی من نوکریم خوبی داشت میگم سیاجون یه سوال ازت دارم جیگرتو برم جون دلم میگم تو جون دلم چجوری شد اون روز اون استوری گرفتی که خدا رو یعنی زجه زدی که آقا من ازت ممنونم من
چطوری به این نقطه از انسانیت و شرافتمندی تو رسیدی؟ اینو فقط من بگو، برو دنبال زندگی. من نوکرم. یه چیزی بگم آیسان جون، من در به دری خیلی کشیدم سلطان، خب بدبختی زیاد کشیدم، یعنی یه جورایی میخوام اینو بگم که همه چیو من توم بالا سری دیدم، دیدم از مردم هیچی برام عایدی نشد داداش، به جز بدبختی هیچی برام نیومد. دیدم عشق واقعی یعنی دنیا، زندگی، زن، بچه، رفیق، پول، همش تو خودش ناموسن. به این باور رسیدم که اگه اون بخواد همه چی ردیف میشه، اگرم نخواد ردیف نمیشه. جونه چه شد آیسان جون؟ من صد سال دیگه فکرشو نمی کردم که آیسان منو تو اکسپلور ببینه، استوریم بکنه. اینا برای من چجوری بگم، یه نوع عشقه، یه نوع همینو میخوام بهت بگم داداش دیگه. آخه من به تو میگم، من آیسی وسیله هم، من کار این نیستم. من تو این اکسپلور چرخ میزدم آقا، من اصلا یه لحظه تو رو دیدم دروغ بهت نمیخوام بگم، من فکر کردم از دور غدیره، یه لحظه بودم ای شما رو سوری، شما رو سوری، بعد که رفتم نگاه کردم و زندی. بعد داداش سیاه جان جونه دلم، تو داداش خودت دکترای خیابون داریم، منم داداش سیکل خیابون دارم در حد سیکل. من نوکرم شما، لطف داری که تو با خدا صحبت کردی اون روز که من دیدم تو در خونه شو نزدی داداش، تو در خونه رو کندی از جا، فهمیدی چی شد؟ من نوکرم شما، لطف خدا وکیلی دارم بهت میگم، شاید بگم تو این 4-5 سال گذشته عمو سیاه، من ندیدم یک نفر اینقدر خالصانه، اینقدر بیریا دست پوسی پروردگار رو بکنه. همینو بس. یه چیزی بگم آیسان جون، اولا من دارم درس پس میدم، خب من نوکرت، به مولا عشق واقعی خودتی، منم خدا رو تو خودتو میبینم ناموسن، حرفایی که میزنی به دل میشونه جون چشاد، اینو دارم احساس میکنم. امروز این لباسا رو پوشیده بودم، به جون چشاد احساس میکردم خدا از بالا داره اینجور نگاه میکنه، میگه که دمت گرم، دمت گرم، من حواتو دارم، بیا بالا. به علی و اولاد بزنی دروغ بگم، اصلا نگران نباش، فقط داداشی خانواده منی، ببین من نوکرتم، فقط داداش اینی که اون رها باش، سالم باش داداش، تو سالم که هستی نگاه پروردگار رو توه، ولی تو اگر بخوای خدایی نکرده درسته. یه اشتباهی بکنی، خدا میگه حاجی من آدم سرطانی دارم تو بیمارستان، داره زجه میزنه که منو نجات بده، من میرم اونو نجات بدم، برای چی سیامایی رو برم نجات بدم که یه بار نجاتش دادم، فهمیدی چی شد؟ درسته، بره با پرمانی دست دادی تا تش برو جان پدر من، جان بچه. یه چیزی بگم بهت، ببخشید صحبت دقت میکنم، من باید خیلی نفهم باشم، خیلی اسکل باشم که این همه، نه میخوام یه چیز بگم، این همه محبت مردم و این همه خوبی رو به دو تا پک مواد بدم، یعنی دیگه سیامک به درد نمیخوره. اینو قول شرف میدم، یعنی اول به خودم، بعد به خدا، بعد به مردم، بعد به شما قول میدم سیامک دیگه طرف مواد نمیره، دیگه نخواهد شد این تکرار، دیگه نخواهد شد. آقایونی که بچه های کرج خاک پای همه شما هستم، یک موقع اگر میخواین تبلیغ یه مغازه‌ای بکنین، نه فقط تبلیغ عمو سیامک جان، شیرنی فروشی، شلوار فروشی دارین، به عمو سیامک بدین. بعد عمو سیامک جان خودت برو اونجا کاسبیشونو ببین، اگر دیدی الله خدایی هست، بله درسته، قیمتت هم گرون نکن عمو سیامک، بده زندگیت بگذره تا من کار برات پیدا بکنم. شما قیمت رو به من بده، من همون قیمت میدم. شما بگم اصلا پول ندید، به سوشال مدیا تکیه نکن، فردا سوشال مدیا قد میشه. الان پروردگار دستت گرفته، باید یه زندگی شرافتمندانه که داری، یه زندگی درسته. با آرامش برای خودت درست بکنی. دم شما گرم، چش اطاعت هم رو برم سیاه جون دیگه، یا عدیمت خیلی ها کردم هر روزم اینجوری صورت شیشتیق ترتمیز، بعد اموسیقی مفت تو کسی نبره، فقط خواهش میکنم از دارم. چش مکردم، دوست دارم خیلی آقایی، دمت شما گرم خیلی آقایی، مکردم درد در ناموسم، به مولا قلب منی، زبونم قاصره، خیلی آقایی مشتی هستی، پرطرفدار آقایی، مکردم یا علی، مکردم سیاه جون.